درود بر شما همراهان و خوش اومدین به کانال شب رو ممنونم که اینجا اینو روی این ویدیو کلیک کردین سپاسگزارم از هر گونه حمایتی که از کانال خودتون دارین بریم که با هم داستان امروزمونو بشنویم دونه های عرق روی پوستم مونده بود نمیدونم این چندمین باری بود که این خوابو می دیدم. خواب که نه کابوس بود کابوسی که چندین سال بود دست از سرم بر نمی و هر چند مادر میون توی خوابام میدیدمش. پا شدم رفتم سمت سرویس بهداشتی تا یه آبی به صورتم بزنم. برق حالو که روشن کردم دیدم مامانم تو حاله. از دیدنش یه هینه بلندی کشیدم و گفتم مامان اینجا چه کار میکنی تو این تاریکی؟ چرا لامپو روشن نکردی؟ دیدم میگه ببخشید دخترم خوابم نمی بود. گفتم بیام تو حال نماز بخونم. لامپو روشن نکردم چون نخواستم نورش باعث که شما اذیت بشین. با این حرفش سرویس بهداشتیم و بیخیال شدم و رفتم سمتش هنوز چادر نمازش کنارش بود دراز کشیدم رو پاهاش و گفتم میشه مثل قدیما به موام دست بزنی مامان مثل وقتی که بچه بودم مامانم لبخندی زد و گفت آره دختر نازم چرا نمیشه همونطور که دستاش روی موهام بود و نوازشم میکرد ازم پرسید چی شده چرا نصف شب از خواب بیدار شدی گفتم هیچی مامان خواب بد دیدم مامانم نگاهی بهم کرد و گفت انشالله که خیره صبح یادت باشه صدقه بدم رفع بلا بشه آی کشیدم و گفتم باشه اما توی دلم با خودم گفتم مامان جان تو اگه دنیایی هم صدقه بدی رفع بلا نمیشه که نمیشه دخترت خواب یا میبینه که تو واقعیت بارها و بارها براش اتفاق افتاده آخ که بازم یادم اومد کاش زمان برمیگشت به عقب کاش هیچ اون اتفاق برام نمیافته. از وقتی که خیلی بچه بودم بارها و بارها مورد دست زی... شوهر خالم قرار گرفتم آره شوهر خالم آخه ما و خانواده دایم و خالم هر پنجشنبه خونه مادربزرگم مادر بزرگم جمع شدیم. منم بچه بودم و با دختر دایی و دختر خاله هم همش در حال بازی توی حیات بودم. نمیدونم اولین بار چند سالم بود. فکر کنم هفت سال داشتم. آره هفت سالم بود که شوهر خاله به هم دست روزی کرد. به دور از چشم بچه ها من برده بود تو حیات پشتی خونه ی مادر بزرگم اینا و شروع کرد به دست زدن. اون روز خیلی اذیت شدم. حتی گریم گرفته بود اما وقتی بعدش شوهرخالم از اون آب نباتای خوشمزهی که دوست داشتم و به هم داد آروم شدم به هم گفت اگه به کسی نگی که من چیکار کردم بازم بهت میدم منم تو عالم بچگی قبول کردم و حرفی نزدم این اتفاق بارها و بارها افتاد و کسی هم هیچ ازش با خبر نشد آخه شوهر خالم خیلی زرنگ بود وقتایی میومد سمتم که کسی حواسش نبود یه چند باری هم بین کارش اسم مامانمو گفت. من که نمیدونستم چی میگه چرا اسم مامانمو میاره. اینو بعدا فهمیدم. قضیه به همین منوال گذشت تا وقتی که من کلاس پنجم بودم. اون روز شوهر خالم بازم منو کشون یه گوشه یا به زور بهم گفت که دراز بکشم. همیشه وقتی با هم بود خیلی سطحی با هم بود به اون صورت نبود اما اون روز بهم گفت که دراز بکشم و بعدشم از تو جیبش یه بسته کوچیک قد نوخود شاید هم کوچیک‌تر در آورد و با ضرب وارد بدنم کرد با این کارش من اون روز خیلی دردم اومد در حدی که احساس میکردم زیر شکمم الانی که میخواد منفجر بشه یه همچین دردی بود نمیدونم اون ماده چی بود اما هرچی که بود باعث این درده شده بود شوهر خالم که این وضعیت رو دید بهم هم گفت بازم بهت از اون آب نباتا میدم با گریه گفتم نمیخوام به مامانم میگم همه چیو تو داری منو آزار میدی میدونید اون اولین باری بود که من داشتم نسبت به کارش اعتراض میکردم چون بچه بودم و نمیفهمیدم که این کار بده هر دفعه هم به عشق اون آب نباتا حرفی نمیزدم این بار میخواستم به مامانم بگم که شوهر خالم واکنش بدی نشون داد و گفت اگه بگی مثل اون گوسفندی که هفته پیش کشتم یادته من از ترس میلرزیدم اون گوسفنده رو خوب یادم مونده بود برای قربونی کشته بودن تک تک صحنه هاشو دیده بودم از ترس فقط سرمو تکون دادم به معنی اینکه متوجه شدم من واقعا بچه بودم درکی از این قضیه نداشتم نمیدونستم که این کار درست نیست وگرنه اگه عقلم میرسید خب به بقیه میگفتم اون روز به سرعت رفتم پیش مامانم و دیگه نرفتم توی حیات اما دقیقا از یه ساعت بعدش دردای من شدت گرفت به حدی که شکمم و محکم گرفته بودم و گریه میکردم مامانم اون روز وقتی اومد چکم کنه متوجه شد که پشت شلوارم خیسه و در واقع رد خونه اون روز همه فکر میکردن که من وارد سیکل زنونه شدم اما در واقع قضیه این نبود من آسیب دیده بودم از ترس حرفی نمی زدم اون روزا من کلاس پنجم بودم از اون به بعد تا یه هفته درد داشتم و بعدش خوب شدم همچنان هر پنجشنبه بازم همه خونه مادر بزرگم جمع می شدیم اما من از ترس شوهر خالم و اینکه دوباره اون درد رو تجربه کنم اصلا توی حیات نمی رفتم و دائم کنار مامانم بودم همون شب بین مامانم و خالم دعوای بدی شکل در حدی که خالم شام نخورده با شوهر خالم و دختر خالم رفتن خونشون از اون وقت به بعد ما با خانواده خالم قهر بودیم و دیگه پنج شنبه ها اونجا نمی رفتیم. اصلا من از این موضوع ناراحت که نشدم هیچ خوشحال شدم خدا رو شد ما دیگه خانواده خالم رو ندیدیم. دقیقا یه سال بعدش بود که مادر بزرگم فوت شد و ولی من هرچی سنم بالاتر میرفت از مدرسه و اطرافیانم یه سری چیزا رو که میشنیدم راجع به این بدن انسان و کلا روابط و اینجور چیزا تازه میفهمیدم که شوهر خالم با هم چی کار کرده. حالم خیلی بد میشد. اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. نمیدونستم شوهر خالم اون روز مادهی که وارد بدنم کرده چی بوده. وقتی سنم به یه حدی رسید و فهمیدم های شبانم شروع شد. حداقل هر دو هفته یا ماهی یه بار من کابوس شوهر خالم رو می دیدم. می دیدم دوباره داره اذیتم می حالم بد می شد. نمی چرا حتی توی کابوسام وقتی داشت بام این کار رو انجام میداد اسم مامانم رو صدا می زد. اصلا همه چیز انگار برام گنگ بود از اون به بعد وقتی که فهمیدم شوهر خالم چه بلایی سرم اوورده از شوهر خالم متنفر شدم ما همچنان با خانواده خالم قهر بودیم مگه اینکه توی مراسمی یا جایی همدیگه رو میدیدیم وگرنه اصلا دیگه باهاشون هیچ رفت آمدی نداشتیم چندین سال بود که با هم قهر بودیم همون بهتر که قهر بودیم کاش همون سال به مامانم گفته بودم کاش از شوهر خالم نمی ترسیدم کاش اونقدر بچه نبودم اونقدر ضعیف نبودم توی همین فکر بودم که روی پای مامانم خوابم بود صبح که چشامو باز کردم مامانم پیشم نبود و من توی حال خواب بودم زیر سرم یه بالش بود خدا مامانمو خیرش بده که دیشب پیشم مونده بود خیلی آروم شده بودم وقتا اینکه که این کابوس رو می دیدم تا خود صبح نمیتونستم بخوابم حالم خیلی بد می شد تا این فکر و خیال می اومد توی سرم من دیگه رفتم دبیرستان و تک و توک پای خاستگارا به خونمون باز شد ولی من نمیخواستم ازدواج کنم میدونستم که شوهر خالم به هم آسیب زده چی کار باید می کردم؟ با کی باید ازدواج می کردم؟ یادمه یه بار توی مدرسه صحبت ازدواج و اینجور چیزا پیش اومد من به دوست صمیمیم این قضیه رو گفتم دوستم با بهت نگام کرد و گفت خب چرا الان که فهمیدی به مامان چیزی نمیگی گفتم به خدا اصلا روم نمیشه بعدش هم چندین سال از اون قضیه گذشته ما الانم با خانواده خالم قهریم و رفت آمدی با هم نداریم دوستم برگشت و بهم گفت شاید اصلا بهت آسیب نرسونده باشه دختر تو از کجا میدونی باید بری پیش پزشک زنان معاینت کنه همه چیز رو دقیق بهت میگه با این حرف دوستم یه جرقه ای تو ذهنم روشن شد گفتم شاید واقعا راست میگه برم پیش پزشک زنان ببینم اون چی میگه شاید اصلا آسیب ندیدم حتی اگه آسیبم دیده باشم شاید روشی باشه و بتونه درمانم کنه آخه تا کی میخواستم هرچی خواستگار اومد و ردش کنم به دوستم گفتم من هیچ کسی رو نمیشناسم اونم گفت که مامانش پیش یه پزشک زنانی میره که خیلی خوبه گفت شمارهش رو میگیره و بهم به میده فردا شماره پزشک رو برام آورد و من وقتی مامانم خونه نبود تلفنی نوبت گرفتم روز که میخواستم برم پیش دکتر به مامانم گفتم که میخوام برم دوستم و ببینم اون روز خیلی سختم بود اولین بارم بود که پیش دکتر زنا میرفتم توی مطلب اکثرا زنای حامله نشسته بودن و به هم یه جوری نگاه میکردن. بالاخره نوبت منم شد و رفتم داخل. سرمو انداختم پایین و با گریه برای دکتر همه چیز رو تعریف کردم. میدونید هر وقت که میخواستم این قضیه رو بیاد بیارم گریم میگره. دکتر اون روز دستی به سرم کشید و گفت دخترم ناراحت نباش من الان معاینت میکنم. بهت میگم وضعیتت چطوره؟ اون روز دراز کشیدم و دکتر معاینم کرد گفت که نه بدنت که سالمه و مشکلی نداری البته یه مشکل جزئی است ولی در کل سالمی نگاش کردم و گفتم مطمئنی خانم دکتر آخه من این اتفاق برام افتاده دکتر گفت حتما مشکل جدی نبوده یا حتی اگه آسیبی دیدی ته این سالا بدنت خودش ترمیمش کرده نمیدونید من اون لحظه چقدر خوشحال بودم خیلی از دکتر تشکر کردم انگار بهترین خبر زندگی مو شنیده بودم اگه من آسیب ندیده بودم پس اون چی بود اون چیزی که شوهر خالم وارد بدنم کرده بود دیگه سعی کردم به این چیزا فکر نکنم و به به زندگی بهتری فکر کنم به اینکه دیگه من دختر مشکل داری نیستم اون روز با روی باز رفتم از قنادی شیرینی خریدم و رفتم خونه مامانم به شیرینی نگاه کرد و با تعجب گفت چی شده تو که رفتی خونه دوستت جریان این شیرینیه چیه با خنده گفتم آره مامان ولی سر کوچم این قنادی هست که تازه باز شده گفتم برم از شیرینیاش بگیرم ببینم چطوریان بیا این بشینیم و با چایی بخوریم و حالش رو ببریم اونقدر خوشحال بودم که مامانم از خوشحالی من خوشحال شده بود خیلی وقت بود که منو با این حال ندیده بود پریدم بغل مامانم و کلی بوسه بارونش کردم مامانم هی میگفت تو رو خدا بگو چی شده امروز یه جویی هستی گفتم مامان هیچی به خدا امروز یه جورایی احساس میکنم بهترین روز زندگیمه اصلا یه جوری علکی خوشحالم مامان خوشگرم میخوام از این به بعد همه روزا شاد باشم و بخندم مامانم ماه بود مثل یه تیکه جواهر بود خیلی خوشگل بود صورت سفید و چشم و ابروی فوقالعاده خوشگلی داشت توی خانواده مادری من فقط مامانم این قیافه رو داشت دایی و خالم اصلا اینجوری نبودن با اینکه مامانم هیچ وقت آرایش نمیکرد، ولی صورتش همیشه خوشگل بود. مامانم سرش توی زندگی خودش بود و به هیچ کسی کاری نداشت. چقدر ازش ممنون بودم که مامان منه. واقعا باید خدا رو شکر می به خاطر وجودش. هیچ وقت ندیدم با همون بد صحبت کنه. بابام خیلی دوستش داشت. اصلا مامانم رو میپرسید. از اون به بعد مامانم که میگفت خواستگار داری جلوشو نمیگرفتم و میگفتم که بزار بیان کم کم پای خواستگارا به خونمون باز شده بود من با همشون حرف میزدم وقت ازدواجم شده بود و باید یکی رو انتخاب میکردم تا اینکه یکی ای از اونها دیدم شرایطش خیلی مناسبه قبولش کردم پسر از خودم چند سالی بزرگتر بود خیلی معدب بود خانواده خیلی خوبی هم داشت دوتا تا بچه بودن و پدر و مادرشون همه امکاناتی رو فراهم کرده بودن. هم خونه داشتن، هم ماشین و هم سر کارا خوب بودن. من که دیدم شرایطش خوبه قبول کردم باهاش ازدواج کنم. بالاخره منم عروس شدم و با هزار تا امید و آرزو رفتم خونه بخت. به فکر یه زندگی خوب بودم به فکر اینکه قراره توی زندگیم کلی روزای خوب رو ببینم به فکر اینکه الان قرار اتفاقات خوبی برام توی زندگی بیفته مثل همه دخترا که کلی آرزو داشتن منم داشتم از اون به بعد انگار زندگی یه رنگ خوشی به خودش گرفت بعد از این همه سال به آرامش رسیده بودم دیگه خبری از اون کابوسا نبود کنار شوهرم خیلی حالم خوب بود اسمش مهدی بود. عین مامان و بابام با نماز و با خدا بود. خیلی معدب بود. بزرگترین شانس زندگی من ازدواج با این آدم بود. هیچ وقت به من بی احترامی نمی کرد. توی بدترین شرایط که مثلا ما مثل بقیه زن و شوهر رو دعوا می کردیم هیچ وقت به هم توهین نمی کرد. سرشو میداخت پایین و میرفت بیرون از خونه که بتونه عصبانیتش رو کنترل کنه من با یه همچین آدمی ازدواج کرده بودم ماه بود به خدا حدود شش ماهی از عروسی ما میگذشت مادر شوهرم به شدت بچه دوست بود یعنی دوست داشت دار بشه به هم میگفت دیگه باید دست به کار بشی و برام نوه بیاری واقعیتش خودمم خیلی دوست داشتم بچه دار بشم شوهرم هم مثل خودم بود دوست داشت که زودتر بچه دار بشیم ما ششمایی شش ماهی بود که اقدام کرده بودیم برای بارداری ولیش خبری نبود بعد از یک سال یک سال خورده ای جاریم با برادر شوهرم ازدواج کرد و اینام رفتن سر خونه زندگیشون ولی جاریم دو ماه بعد از عروسیش باردار شد یعنی من که عروس بزرگه بودم هنوز باردار نشده بودم میدونید هرچی تو بگی آدم خوبی هستی یا حسادت نمی کنی بالاخره آدم به جاریشی یه حسادت هایی داره دیگه من میدیدم اون بارداره و من نیستم اذیت می شدم تا اینکه یه روز به شوهرم گفتم بیا بریم دکتر ما الان چند وقته که اقدام کردیم و بچه دار نمیشیم شوهرم گفت تو پیش یه دکتر خوب نوبت بگیر میریم و کاراش رو انجام میدیم خلاصه که پیش معروف ترین دکتر شهرمون وقت گرفتم ما با هم رفتیم اونجا که ببینیم مشکلمون چیه که بچه دار نمیشیم دکتر میگفت بچه دار نشدن علت زیادی داره ولی الان علم پیشرفت کرده و برای هر چیزی یه راهی است ما کلی آزمایش دادیم از من فقط چندی مدل آزمایش گرفتن از شوهرم هم همینطور دکتر که جواب آزمایش ها رو دید بهمون برگشت و گفت همسر شما یعنی مهدی هیچ مشکلی نداره مشکل از شماست من با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم خانم دکتر من چه مشکلی دارم گفت شما میتون مشکل داره نمیتونید بچه دار بشید یعنی اگه بچه دارم بشی رحمتون طوریه که نمیتونه بچه رو نگه داره ممکنه بچه کامل نتونه داخلش تشکیل بشه من از شنیدن این حرف پاهم هم شد اصلا نمیدونستم چی دارم میشنوم مهدی برگشت به دکتر گفت چرا خانمم اینجوریه این چه مشکلیه دارویی نداره دکتر گفت نه متاسفانه دارویی نداره مهدی پرسید یعنی چی یعنی مادرزایی اینجوریه دکترم گفت نه مادرزادی نیست انگار رحمشون آسیب دیده بعدا سعی داشته خودش رو ترمیم کنه ولی نتونسته من اون لحظه نمیدونستم دارم چی کار میکنم با گریه به دکتر گفتم یعنی من امکان داره که بچه دار نشم دکترم گفت احتمالش چهار یا پنج درصده که اونم اگه بچه دار بشی اگه بدنت قبول کنه بچه سق میشه عزیزم حالم خیلی بد بود فکر کنید توی اون سن یکی برگرده به شما بگی که نمیتونید هیچ وقت بچه دار بشی چقدر این حرف سنگینه چقدر آدم حالش بد میشه مهدی دیگه چیزی نگفت و با هم اومدیم خونه فقط وقتی اومدیم خونه بهم گفت که شاید دکتره داره اشتباه میکنه جواب و پیش چند تا دکتره دیگم باید ببریم ما به حرف مهدی چند تا دیگه دیگم رفتیم حتی تهران رفتیم ولی همشون همینو گفتن مهدی بهم گفت خب تو چه اتفاقی برات افتادی که اینجوری شدی آخه این بیماری که بیماری مادرزادی هم نیست منم میگفتم نمیدونم در حالی که میدونستم یاد هر خالم افتادم و اون ماده که وارد بدنم کرده بود یه روز بدونی که به مهدی بگم رفتم پیش همون دکتری که اولین بار با مهدی رفته بودیم رفتم اونجا و با گریه اون روز به دکتر گفتم دکتر من چیزی که میخوام براتون تعریف کنم میخوام بین خودم و خودتون بمونه نمیخوام که شوهرم بفهمه دکترم بهم گفت خیالت راحت باشه عزیزم راحت باش بگو ببینم چی شده گفتم وقتی که من کلاس پنجم ابتدایی بودم شوهر خالم به هم دست میکرد یه روز یه ماده خیلی کوچیک در حد شاید یه نخود شایدم هم کوچیکتر از نخود وارد بدنم کرد و من اون روز درد خیلی زیادی رو تحمل کردم حالم خیلی بد شد دکتر به هم نگاه کرد و گفت نمیدونی چه ماده ای بود گفتم نه این قضیه مال چندین سال قبله من اصلا بچه بودم نمیفهمیدم چیه دکترم گفت احتمالا به خاطر همون ماده بدن دچار آسیب شده گفتم ولی من چند سال پیش رفتم میره دکتر زنا و ما. اونم مایه نم کرد و گفت مشکلی نداری هنوز دختری دکترم گفت نه ربطی به دخترونگیت نداشته این وقتی وارد بدنت شده به اندام داخلی داسیب زده گفتم دکتر من باید چیکار کنم اون چه ماده ای بوده خوب خیلی چیزا هستن که به بدن آسیب میزنن کسی که باید این کارو کرده مطمئنا خصومت شخصی چیزی داشته دیگه باید میرفتی ازش شکایت میکردی من با یه حال خرابی اومدم خونه دیگه نمیدونستم دارم چی کار میکنم زندگی من از اون به بعد به همین صورت میگذشت دیگه هم مامانم و هم مادر شوهرم متوجه شده بودن که من بچه دار نمیشم واقعا زندگی بدون بچه بیمعنیه زندگی بدون بچه واقعا پوچه شاید همسرتون وقتی بفهمی که شما بچه دار نمیشین تا یه چند وقتی باهاتون خوب باشه ولی از اون به بعد دیگه دوستتون نداره این یه واقعیت ها مهدی هم همینطور بود آخه میدونید مهدی عاشق بچه بود از اون سمت هم مثل اینکه مامانش هی تحت فشارش میذاشت و میگفت از این دختر برا زن در نمیاد و تو نیاز به بچه داری نیاز به زندگی داری تا کی میخوای بدون بچه زندگی کنی همه اینا روی مهدی تاثیر گذاشته بود تا جایی که رفتارش روز به روز سرتر از قبل میشد حتی یه روز برگشت و بهم گفت که من تا الان به خاطر تو صبر کردم نمیخوام ازت جداشم ولی میخوام برم یه زن دیگه بگیرم که حداقل بچه دار بشه ثمره زندگیمو ببینم دلم نمیخواد آرزوی پدر شدن تو دلم بمونه میدونید بعدترین چیزی که تو میتونی از شوهرت بشنوی همین چیزه آرزو می کنم هیچ زنی یه همچین نقصی رو نداشته باشه که وقتی همچین نقصی رو داشته باشی انگار با مرد برات هیچ فرقی نداره. من به شوهرم گفتم باشه ولی بهش گفتم نمیخوام دیگه باهاش زندگی کنم و اون بره دنبال زندگی خودش منم برم دنبال زندگی خودم من مگه میتونستم تحمل کنم که شوهرم بره یه زن دیگه بگیره به هر روزم شاهد این باشم که میره سمت اون زنش واقعا اذیت میشه آدم چه کاریه باید خودم راحت می کردم از این زندگی من که درد و قصه خودم را داشتم چرا باید مشکل دوتا دوتا کردم؟ خلاصه که ما تفاهمی از هم جدا شدیم و من دوباره برگشتم خونه پدر و مادرم خیلی برام قصه میخوردم مامانم میگفت مادر این چه سرنوشتی بود که تو داشتی چرا بدنت اینجوری باید میشد نه تو خانواده پدریت کسی مشکل رو داشته نه توی خانواده ما ما هیچ که اصلا اینجوری نبودیم آخه تو به کی رفتی منم فقط توی دلم میگفتم خدا الهی شوهر خاله لعنتت کنه که باعث شدی من اینجوری بشم من دختر بی آزاری بودم اما بعد از این قضیه تو فکر آزار رسوندن به شوهر خالم افتاده بودم خیلی وقت بود که ازشون خبری نداشتم به خصوص از دختر خالم چون چندین سال بود که ندیده بودمش اما افتاده بودم تو فکر این که بهش آسیب برسونم میدونم شاید حرکت من دیوونگی بود شاید اصلا نباید این کارو میکردم شاید باید میرفتم و شکایت میکردم ولی من اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسیده بود این بود یادمه که یکی از دوستام قبلا گفته بود که یه دوست پسری داره که کلا تو کار خلافه هر کار خلافی بگی ازش برمیاد به دوستم زنگ زدم و گفتم که شماره اون پسره رو میخوام شماره رو که گرفتم تلفنی با صحبت کردم و گفتم میخوام یه دختری رو ببری جای و آزارش بدی میخواستم بلایی که سر خودم اومده رو سر دختر خالم بیاره دختر خالم مجرد بود پسر گفت که باشه ولی این قضیه حکم سنگینی داره و ریسکش هم زیاده من صد میلیون پول میخوام اون لحظه اگه میگفت دویست میلیونم من از زیر سنگم که شده بود جرم کردم و بهش میدادم من کلی طلا داشتم نصفی از طلاهامو فروختم و صد میلیون جور کردم دادم به پسره که بره برام این کار رو انجام بده پسره ازم پولو گرفت و آدرس خونه خالمم گرفت بهش گفتم که خونه خالم فلانجاست و من نمیدونم دخترش کی و کجا میره یه دختر حدود 17 ساله قد بلنده خلاصه که این پسره رفته بود و چند روزی رو کشیک وایساده بود خونه خالم تا تونسته بود دختر خالمو گیرش بندازه مثل اینکه یه روز خفتش میکنه و میبردش یه جایی و بلایی که گفته بودم و سرش میاره بعدش هم خارج از شهر ولش میکنه نمیدونید این خبر مثل توپ توی فامیلمون پیچیده بود ما خوب با خونواده خالم که در ارتباط نبودیم ولی دایم اینا هر روز زنگ میزدن و به مامانم گزارش میدادن میگفتن که آره دخترشو بردن و بلا سرش اووردن و دیگه دختر نیست و دست خورده است هزار تا حرف دیگه از اینجور چیزا حالم خوب میشد وقتی که اینا رو میشنیدم شاید شما بینید خیلی بد جنسیه اما کاری که شوهر خالم با هم کرده بود بدتر از اینا بود دایم هر روز زنگ میزد و میگفت که آره دختر حالش بده ال شده و بل شده من نمیدونستم که این قضیه ممکنه یه روزی رو بشه مثل اینکه رفته بودن شکایت کردن و پلیس هم از ما زرنگتر بود پلیسا فهمیدن که کی این کارو کرده مثل اینکه دختر خالم چهره نگاری کرده بود و اونام تونسته بودن طرفو پیدا کنن این پسرم توی من منو لو داده بود و پای منم به دادگاه باز شد مامانم اینا که داشتن دیوونه میشدن میگفتن خب تو چرا باید تو این قضیه دست داشته باشی منم هی میگفتم نه بابا اینا اشتباه میکنن تا اینکه پلیس اونقدر ازم بازجویی کرد که مجبور شدم همه چی بهشون بگم پلیسا حتی شوهر خالم هم خواستن که آگاهی بیاد شوهر خالم هم بازجویی شد و توی بازجویی به بلایی که سرم اوورده بود اعتراف کرد شوهر خالم توی اعترافاتش گفته بود که چندین سال قبل ناهید یعنی مامان منو میخواسته مثل اینکه با پدر من دوست صمیمی بودن پدرم وقتی مامانم رو میبینه بیخیال اینکه حالا شوهر هم دوستش داره میره و ازش خواستگاری میکنه و باهاش ازدواج میکنه شوهر خالم هم که مامانم رو بی دوست داشته از اون وقت کینه میکنه و اصلا با خالم به خاطر همین ازدواج میکنه که از بابام انتقام بگیره گفته بوده که بابام در حقش خیانت کرده و ناهید عشق اون بوده و عشق رو ازش گرفته بوده می گفته که هنوز که هنوزه ناهید رو دوست داره و به خاطر کینه ای که از شوهرش داشته این کارو با من انجام میداده فکرشو بکنین شوهر خالم به خاطر هیچ و پوچ زندگی منو خراب کرده بود به خاطر یک کینه احمقانه به خاطر یه خصومت علکی شوهر خالم هیچ وقت فکر نمیکرد که من با زندگی دخترش این کارو بکنم به خاطر کاری که با من کرده بود به چهل تا ضربه شلاق و سه سال زندون محکوم شد. منم به خاطر کاری که انجام دادم شش ماه حبس شدم. من توی اون سن طعم زندان چشیدم. طعم اینکه دیگه هیچ وقت نمیتونم مادر بشم و چشیدم. بدتر از اون اینکه که آبروم توی کل فامیل رفته بود. همه فهمیده بودن که شوهر خالم وقتی بچه بودم با من چیکار میکرده. همه فهمیده بودن که من الان چیکار کردم. مامانم اینام داشتن دیوونه می شدن. مامانم فقط بهم به می گفت که چرا اون روزای اول بهم به نگفتی؟ منم بهش گفتم که اون مردی که منو تهدید میکرده و میترسونده بابامم که اصلا به خاطر کار شوهر خالم و بلایی که سر من آورده بود داشت نابود میشد توی فامیل هیچکس باورش نمیشد که شوهر خالم با من یه همچین کاری رو کرده کلا خانواده مادری من آبروشون رفت و یه جورایی نابود شدن به خاطر این قضیه ببینید یه کینه و نفرت آدمو میتونه به کجاها برسونه زندگی من نابود شد و آیندم خراب من دیگه با کسی نمیتونم ازدواج کنم حالم که دیگه سابقه دارم و بعد از بدتر فقط تا ام دارم شوهر خالم و نفرین میکنم امیدوارم یه روزی سزای کاری که با من انجام داده رو ببینه من اصلا پشیمون نیستم به خاطر کاری که با دختر خالم کردم میدونم اون گناهی نداشت ولی کاری هم که پدرش با من انجام داده بود من دوش بی تقصیر بودم واقعا خدایا چرا همش من باید جور این همه بدبختی رو میکشیدم خب دوستان عزیز اینم داستان زندگی من بود که خیلی دلم میخواست بیام و براتون توی این کانال روایت کنم از اینکه شنوندگی داستان زندگیم بودین از شما سپاس گذارم و اگر نظر انتقاد پیشنهاد و یا راهنمایی دارید میتونید حتما داخل کامنت ها برام بنویسید که با خوندنشون شاید درسی الگویی یا عبرتی برای دیگران باشه و یا شاید نقطه امیدی برای زندگی آینده من همراهان عزیز چنانچه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید